دور اول مسابقه جایزه بزرگ فیده مساف ابر استاد بزرگ شطرنج پرهام مخصولو در برابر استاد بزرگ نیرومند یوری کوزوبوف میدونیم که این مسابقه از چه اهمیت بالایی برخورداره توی ویدیو قبلی کاملا راجبش صحبت کردیم حتما اون ویدیو رو چک کنید چون یه جایزه هم براش گذاشتیم و دو نفر اول این مسابقات راهی مسابقات کاندیداتوری قهرمانی جهان میشن حالا پرهام مقصودلو دور اول بازی رو با حرکت سه آغاز میکنه حرکتی که توی مسابقات تاخیل به خوبی ازش استفاده کرده و دست به ساختار برنده نمیزنه. حرکت پیاده به E6 اصبرو گسترش میده. پیاده D5 ده و د 4 وارد گامبییه وزیر میشیم. فرهام با C4 آغاز میکنه و یهو وارد شاخه های D4 میشه. یعنی انتاح وزیرو شروع بازیاش اصبرو به F6 میذاره. C در D5 شاخه ترویزی رو فرهام بازی میکنه. D در D5 و فیل G5 پرهام قبلا هم این وضعیت رو بازی کرده مقابل مگنیس کارلسن اون بازی رو هم توی کانال بررسی کردیم لینکش رو توی توضیحات این ویدیو قرار میدم حریف پرهام اینجا 36 رو بازی میکنه کارلسن در اون بازی فیلی 7 رو بازی کرد و بعد ایسه پرهام اچ 6 رو بازی کرد حتما اون بازی رو چک کنید چون تدارک جالبی رو کارلسن زد حرکت فیلی 4 رو بازی کرد که حرکت مشکوکیه به اون بازی رو ببینید اما این بازی کازابو فرکه سشیش رو بازی میکنه و ایسه وارد ساختارهای کارلسباد در شطرنج میشیم ساختارهای کارلسباد فوق ساختارهای مشهوری هستن و اینا رو بزنین یه لحظه پاک کنم ساختار کارلسباد خیلی ساختار مشهوریه و طرحهای بسیار زیبایی رو داره حالا ببینیم طرحها چیه خیلی سریع علامتایی که کشیده بودن ترها بودن ساختار ایس سه ده چار در برابر سه شش ده پنج رو بهش میگیم کارس به همین سادگی خیلی پیش میاد و سفید ترهش چیه تر هستی سفید حمله در جناه وزیر مثلا رخ رو میکاره به یک پیاده میره به چار یه پاک کنم اینم پاک کنم رخ رو میذاره به یک پیاده به چار آ 4 همینجوری میرونه تا یه ضعفی تو جناه وزیر سیا ایجاد کنه و حمله اقلیت به اکثریتش به نتیجه برسه اقلیت پیاده یا این دوتا به این اکثریت یا این سه تا در جناه وزیر این طرح هستی سفید از ستون نیمه باز سی هم خیلی وقتا استفاده میکنه این طرح هستیشه. یه طرح دیگه داره اینی که توی مرکز ای 4 بازی کنه. مثلا فیلش رو به دی 3 میذاره بعضی وقتها دنبال اف 3 ای 4 میره توی مرکز و اینم یکی دیگه از ها هستش. یه طرح دیگه سفید اینه که اسب رو به اف 3 بذاره، وارد e 5 کنه و بعد اف 4 رو بازی کنه حمله پیلزبری بری. این سه تا طرح رو داره سفید توی ساختار کارلس باد سیاه حالا چه جوری بازی میکنه سیاه معمولا بازی رو به جناه شاه میکشونه اگه بتونه توی جناه شاه به سفید حمله میکنه چه جوری معمولا سعی میکنه یسپش رو توی خونه ای 4 قرار بده یکی از طرحاش اینه که از پایگاه ای چهار استفاده کنه از ستون نیمه باز ای استفاده کنه بعدا فیلش رو به ای 7 میذاره خیلی وقتا با آ 5 میاد حمله سفید رو در جناه وزیر کند میکنه و میگم طرحش حمله در جناه شاه حالا شاید بعدا بتونیم این طرحا رو هم با هم دیگه ببینیم یه بازی قبلا بررسی کردم که از قهرمانی شطرنج زنان قهرمانی جهان شطرنج زنان که سیا این طرها رو به خوبی استفاده کرده اون بازی رو هم پیدا میکنم لینکش رو تو این ویدیو میذارم که کمی بیشتر با ساختار کارلس آشنا بشین پس اینا، این از اینا که بدونید ساختارهای شطرنج این که پیاده ها چجوری قرار میگیرن توی روی صفحه شطرنج طرها رو مشخص میکنه و یه بازیکنی مثل پرهام مثل استاد بزرگا همینجوری بازی نمیکنن از قبل ترها رو میدونن این ساختارها رو مطالعه کردن بازی های رو مطالعه کردن، میدونم با سفید سیاه چجوری باید بازی کنیم و خیلی بیشتر از این چیزهایی که من گفتم رو البته اونا بلدن فیل به خونه ای هفت میاد فیل به درسه میاد سفید فعلا دست به اسبش نمیزنه شاید یه زمانی به ایدو یا به اف بیاره سیاه اسب رو به ده میذاره و H یه حرکت جالب از پرهام یه تدارک جالب یه چیزی بگم کنترل زمانی این مسابقه یک ساعت و چل دقیقه استش پرهام تا قبل از این حرکت تون 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 بازی کرده یعنی الان هر حرکت تقریبا سی ثانیه پاداش رو گرفته ولی برای اچسه میبینید که نه یک ده یازده دا دقیقه فکر میکنه هدف چیه؟ آیا پرهام بلد نیست وضعیت رو صد درصد خیر صد درصد خیر پرهام بلد این وضعیت رو یکی اینکه شاید داره مرور میکنه که کدوم لاین رو با این حریف بازی کنم دو اینکه شاید حریفش رو وارد این فکر میکنه که حریفم هم خیلی هم خوب این ساختارها رو بلد نیست تدارک نداره شاید میخواد خیلی سریع بازی نکنه که حریفش فکر نکنه تدارک و دلایل دیگه ای که من از کجا بدونم شاید دلایل دیگه ای رو هم داره مثلا رفته قدم بزنه پنج دقیقه دیر برگشته سر میز خلاصه بازیکنان میبینیم که توی مسابقات قدم میزن دیر برمیگردن ولی خب چون حرکات اولیه بوده این بعیده اچ طرحش حالا میفهمیم قله فیلفچار اینجا احتمالا آقای کوزوبوف گفته این داره چیکار میکنه یه لحظه مگه ایشون اینجا فیلو نذاشت توی پنج تو حرکت پ من سه شیش کردم ای سه کرد من فیلو گذاشتم ای فیل ده سه کرد از اومدیم اینجا اچ شد من قله رفتم حالا فیلو برمیگرده اف چرا آخه البته این فکرای منه شاید آقای کوزابوف این وضعیت رو بلد باشه چون بیشتر از 18 تا بازی شده تو این وضعیت و وضعیت خیلی ناشناخته‌ای هم نیستش طرح چیه چرا اچ فیل اف چرا پرهام با این معمولا سفید خب ق... اسب و میذاره اف سه قله رفت سفید هم قله میره دیگه یعنی ساده ترین حرکات مشکلی که اینجا وجود داره با این طرح ساده اولا سیاه یه بازی میکنه بعد فیل چار سیا اسب و میکاره ای چار همون تری که بهتون گفتم سفید E هفت رو بزن سیاه با وزیر پس میگیره خونه ای رو دفاع میکنه و بعد این اسبش هم میذاره F6 حمله جناه شاهش رو هم بعدا آغاز میکنه و این تعویز فیل ها به نفع سیاه شد حالا پس سفید میخواد البته اینم بگم که اگه فیل در ای هم بزنین سیاه میتونه H4 رو بزن و اوکی باید فیل تو برگردی سیاه هم فیلش رو بر میگرده. حالا E 7 یا اینجا و دو فیل رو هم میگیره پس این اسب ای 4 خیلی تره آزار دهنده یه برای سفید حالا اگه همینا بازی شد فیل رو اف چهار مشکل چی اینه که سیاه میذاره h 5 و فیلت هیچ جایی نداره بره حالا میفهمیم اچ 3 دلیلش چی بوده از پرهام پس بیای مقب بیای مقب پرهام اینجا اول اول قبل اسب اف سرو بازی میکنه و بعد قله فیلو میذاره اف باز 4 بازم اسب رو بذاریم اف باز بازم اسبی چار بزنیم با وزیر میزنه بازم اینو دفاع میکنه بازم اگه ای 4 رو بزنیم فیل در جه پن میزنه پس این هم خوب نیست پس پرهام اینجا فیلو میذاره اینجا اسب رو نمیذاره اف فیلو میذاره اف 4 و حالا هم جلوی عصبی 4 رو گرفته هم اسب 5. اف پنج 5 رو که میزنیم اصلا اگه اسب داشته باشه فرض کنیم وزیر دفاع نکنه از از این خونه سفید میتونه فیلش رو برگرده میگه میگم فرض کنیم ما با وزیر میزنیم ولی فرض رو بریم بگیریم خب از هم که میزنیم دیگه یه پیاده مفتی میگیریم با فیل حالا یا با اسب با هر کدوم میزنیم یه پیاده مفتی میگیریم پس یه طرح جالبی خب اینجا دقت کنیم کوزوبوف بعد 7 دقیقه 3 5 رو بازی میکنه اه... که بهترین طرح سیاه نیستش و طرحهای شاید بهتری رو داشت تقریبا سورپرایز شده تو این بازی حالا به روح خودش نمیاره ولی تقریبا سورپرایز شده طرح جالب تر اینجا ظاهرا برای سیو رخی 8 مثلا از پفسه ج6 اسف 8 هم وجود داره اینم یکی دیگه از طرح ها هستش اسپر به ج6 میرسونن و بعد مثلا فرض کن این قلعه اس ج6 فیل اچ 2 که میاد فیل رو میذارن د6 اینجوری بازی میکنن و این فیل رو بالاخره تعویض میکنن ولی خب سفید یه برتری مختصری میگیره چون خونه اینجا رو کنترل میکنه دیگه آماده است که رخ به یک به رو بیاد و طرحهای کارسبادش رو اجرا کنه این یکی از طرحها هستش که سیاه میتونست بازی کنه طرح دیگه که من مد نظرم بود G6 بعد قله مثلا از و بعدش اسب رو بریم جه این یکی دیگه از طرحها هستش که سیا بعدا میخواد این فیل رو به اف 5 بذاره که با این فیل عوض کنه حالا مثلا از به F6 میاد در آینده و فیل F5 مثلا این یکی دیگه از طرح هستش که اینم جالبه خیلی وضعیت استراتژیک مانورای پوزیسیونی زیادی وجود داره و جالب میشه اما آقای کوزوبو فکر میکنه که خب حریف من اچ 3 بازی کرده فیلف اف 4 هم بازی کرده اسبش بیرون نیومده قلم نرفته بریم مرکز رو باز کنیم بریم مرکز رو باز کنیم و خیلی سریع به مرکز پرهام میخواد حمله کنه میخواد دی 4 رو بزنه و سفید باید بزنه پرهام میزنه یه چند دقیقه فکر میکنه بعد پنجو میزنه و بعد از استر سه پنج فیلش رو به سه دو میذاره اینجا باید دقت کنه که سیاه دی چار رو نداشته باشه اسب ای دو هم وجود داشت ولی خب پرهام شاید نخواسته فیلش رو بده فیل رو به سه دو میذاره اینم خوبه حالا شد چی ساختار پیاده ایزوله وزیر پیاده منفرد وزیر که خیلی راجبش صحبت کردیم سفید باید بتونه خونه دی چار رو کنترل کنه روی این پیاده فشار بیاره و سیاه الان باید ثابت کنه که این پیاده ضعفی که داده در ازاش فعالیت به خصوصی رو داره کارهای به خصوصی رو میتونه انجام بده از دینامیک وضعیت استفاده کنه وگرنه استاتیک وضعیت به نفع سفید استاتیک وضعیت یعنی چی یعنی برتری پایدار توی وضعیت یعنی وضعیت اگه ادامه پیدا کنه و اگه سیاه الان کار به خصوصی رو انجام نده سفید یه پیاده ضعف گرفته از حریف و رو از همین پیاده ضعف میتونه بازی رو ببره دینامیک وضعیت یعنی چی یعنی سفید هنوز گسترشش تکمیل نشده برتری موقت برتری ناپایدار با سیاه اینجا چون که مهراش گسترش پیدا کردن بیرون اومدن و فعالیت بهتری رو دارن ولی آیا سیاه میتونه ازش استفاده کنه سیاه وزیر رو میذاره به شیش؟ میاد حمله میکنه به پیاده سفید میگه خب من پیادم رو بد نمیدم رخو میذارم به یک رخو میذاره ده هشت میخواد با ده چار وضعیت رو بشکافه اما پرهام اجازه نمیده رو به ای میذاره و خونه ده چار رو میگیره اس وارد ای 4 میشه سیا بازم میخواد یه کارایی بکنه حالا پرها میتونست اینجا هم قله بره ولی فیل رو به ای 5 میذاره همونطور که گفتم داره خونه دی 4 رو سفت و محکم میکنه وزیر به ای 6 میاد اینجا کامپیوترها فیل دی 4 رو پیشنهاد میدن برای پرهام که اینم خوبه ولی فیل سه هفت خودش هم جالب انصافا فیل سه هفت خودش هم خوبه حریف میزنه توی سه, سه. اینجا نکته اینه که ما با اسب دیگه نمیتونیم سه سر رو پس بگیریم به این دلیل حریف زده چون که اگه با از پس بگیم رخ وارد د میشه و حرکت بعدی د 4 بدون دفاعه یعنی هر جا که بذاری د 4 میاد و سیاه برنده میشه این همون دینامیک وضعیتی که باید ازش بترسیم این همون برتری ناپایدار سفید قله نرفته بود اگه سفید شاهش قله باشه اینجا سفید تقریبا برنده استش ولی این خیلی مهمه پس پرهام حواسش چمه پیاده میزنه تو سه حالا پرهام هم یکم پیاده های ضعف پیدا کرد ولی خب پیاده د قابل دسترس تره ضعف درسته که باید پیاده ای باشه که توسط پیادهای خودی حمایت نمیشه و یه شرط دوم هم داره اینکه بتونیم بهش حمله کنیم الان سفید میتونه به این پیاده حمله کنه دقت کنید سفید الان روی رخ فعلا رخ اگه اینجا وارد ده هفت بشه دیگه باز خوبی نیست مثلا سفید میتونه فیل رو به اف 4 بذاره یا اسب رو به اف 4 بذاره و جفتشون قابل بازی هم. و رخ جلو فیل رو میگیره اینجا دیگه به درد نمیخوره چون دیگه د وجود نداره پس همه اینها توضیح دادم که جریان از چقدر قرار رخ رو به F8 برمیگرده دیگه رخ 7 رو نداره رخ رو به F8 برمیگرده و حالا قله از سمت پرهام میگم تمام هدفش اینه که از پیاده D5 استفاده کنه B6 بازی میشه که فیل رو به B7 یا A6 بذاره از F4 حمله به پیاده D5 و زیر اینجا فیلی 5 میخواد پیاده رو بگیره فیلا 6 ضربه متقابل میزنه حمله متقابل میکنه سفید فیل رو به آچار میذاره و بعد وزیر سه هفت وزیر سه گفتین چه حرکتی قطعا فیل به خونه به 5 میره سفید از تعویز ها استقبال میکنه چون داره پیاده دی پنج رو میگیره داره پیاده دی پنج رو شکار میکنه سیافی رو به به هفت میره اگه بزنه با رخ میزنیم و این پیاده رفته این پیاده دیگه رفتنی و سفید میگیرتش پس قابل بازی نیستش وزیرم به 3-6 بذاریم وزیر D3 سفید کاملا برنده میشه تو این وضعیت چون همیشه فیل در 6 رو داره بعدا از در د 5 بزنه سیاه پس فیل رو به ب7 برمیگرده وزیر به س 2 میره میخواد رخ وارد د1 بشه از د7 خیلی جنگ استراتژیک جالبیه بین این دو بازیکن فیل به د4 میاد اسب به س 5 سیاه بازم میخواد از خونه ای 4 استفاده کنه میگم سیا الان خیلی هم دست و پا بسته نیست چون این دوتا پیاده هم کمی ضعف هستن آ چهار از سمت پرهام حالا همین پیاده رو میخواد به پیش برونه خونه آ پنج بیاد بعد جناه وزیر سیا رو ضعیف کنه هم دیگه از شر پیاده های ضعیفش میخواد خلاص بشه فیل به دشش میاد میخواد شاید اگه فرصت شد بزنه توی این و یه حرکت بسیار قدرتمند از پرهام از پش پنج که شاید حریف دست کم گرفته بود این حریف رو این حرکت رو چون پرهام تا اینجای بازی هدفش کلا حمله به جناه وزیر بود ولی یهو اسب رو میذاره h پنج میره سمت حمله به جناه شاه سیاه اف رو بازی میکنه و اینجا صحنه جالبی از بازی هستش من نرسیدم مصاحبه های بعد بازی رو چک کنم چیزی هم ندیدم که پرهام حرفی زده باشه راجع به این بازی تا اینجا رو فوق‌العاده بازی کرده به نظر من اینجا حرکتی رو بازی میکنه به اسم ج حرکتی که سایت چستات کام اصلا دوست نداره انجینش حرکت جالبیه واقعیتش یعنی روحی پرهام و دوست دارم جنگنده بودنش رو اینجا نشون میده ولی تمیزترین حرکت وضعیت نیستش تمیزترین حرکت وضعیت اینه که اینجا آ5 بازی کنه و بریم سمت اینکه جناه وزیر رو خورد کنیم اگه بزنه رخ اف رو, رو میذاریم دیگه حالا از این ستون از این ستون استفاده میکنیم از این دو ستون جناه وزیر سیاه خیلی شکننده استش سفید میتونه در آینده دای برتری زیادی رو بکنه اما حرکت ج شاید شاید پرهام یه ج با ناکامورا کرد گفت هیجان زده شدم و حرکت بهترین حرکت صفحه نبود شاید اینم اونجوریه سفید البته اینجا دیده که اسبش روی خو... شاه فیلش روی شاه میتونه بقیه مهرهاش رو هم بیاره روی شاه سیاه و اینجا تر رو کلا عوض میکنه میره سمت جناح شاه ولی خب از لحاظ منطقی بهترین تر نیستش یعنی اگه بخوایم کامپیوتری بررسی کنیم بهترین تر نیستش و شاید طرح جناح وزیر رو ادامه میداد جالب تر بود وزیر سه هفت کامپیوتر رو F7 رو پیشنهاد میده میگه بهتره حالا وزی سخت بعد بد نیست آ 5 پرهام جفت جناح رو داره کنترل میکنه خیلی توانایی بالایی میخواد فیل سه میزنه میزنه و وزیر به خونه اف پنج میره اینجا پرهام کلا گفتم برنامه عوض شد کلا میاد سمت جناح شاه یه جاهایی شاید بخواد بعدا جه 5 بازی کنه حالا طرحهای عجیب و غریبی داره وزیر فن شاید حریف برای حریفش یکم پیچیده بوده درکش الان پرهامم یه 14 دقیقه ای وقت داره حریفش 7 دقیقه و یک کم برتری زمانی رو هم گرفته اما وزیر فن حرکت خوبیه فیل به به هفت برمیگرده پرهام اینجوری داره یک کم روی پیاده د پنج هم فشارش رو بیشتر میکنه دیگه یعنی اگه به پنج رو بزنه میتونه تو د پنج بزنه کیش و از این تعویض جلوگیری میکنه سیاه هم فیل رو برمیگرده میگه نخواستیم آقا وزیر فنجات خیلی قوی بود زمان زیادی رو هم ازش گرفت و اینجا اف چار میبینید که پرهام بدون ترس F4 رو هم میاد دیگه تازه رفته دیگه مثلا کامپیوتر میگه وزیر رو برگرد ولی خب پرهام تازه اومده دیگه میخواد حمله رو به پیش ببره در جناح شاه و در جناح شاه آقای کوزوبوف رو مات کنه و اینجا رخ آد و حرکتی که خیلی هم بد نیستش ولی حرکت بهتر شاید وزیرف هفت بود که بیاد از خونه های سفید رنگ حمایت کنه و سیاه میخواد اسب رو بذاره ایچار اگه سیاه اسبش بشینه ایچار یکم خطری میشه وضعیت مثلا فرض کنین رخ آد یک بهترین حرکت اسب ایچار از الان به بعد سیاه میتونه دیگه به فکر جشیش باشه و یکم خطرناک واقعیتش حالا کامپیوتر میگه اینو میزنی فیل د هفت هنوز بازی مساوی شاه چشت فیلی 6 وزیر جشش 6 اینجوری بازی ادامه پیدا میکنه و بازی متعادله شاید پرها هنوز یه برتری مختصری رو داشت ولی وزیر فف حرکت بهتری بود که از این خونهای سفید رنگ حمایت کنه رخ رو به آدو میذاره اینم بد نیست رخ آ میزنه میزنه بازم اینجا باید وزیر رو به فهف 7 میذاشت و بازم با طرحی از حالا سفید میتونه وزیرو رو برگرده اینجا حالا سه دو یا به یک هر جایی که هست چون سیاه اگه از بشینه ای چار واقعا بازی برای سفید سخت میشه اینجا و شاید باید به تصاوی اینها رضایت بده اما اینجا یه اشتباه بزرگ رو مرتکب میشه توی تنگی زمان هم هستن هر دو حریف پرهام زیر پنج دقیقه هستش هیچ جای بازی وزش بدتر نیست همین الان هم وز برتری مختصر رو داره پرهام پس خوب بازی کرده کل بازی رو حریف میاد اینجا اسرو میذاره به میشینه به رخ و میشینه به فیل. اما ای دل غافل که ندیده پرهام براش چه خوابی رو دیده فیل برمیگرده درسه حرکتی که پرهام خیلی وقت بود منتظرش بود خیلی سریع هم این حرکت رو بازی میکنه یعنی یه سی چل ثانیه فکر میکنه فیل رو به درسه میذاره حرکت درخشان میشینه به مات اچ هفت جشیش هم که نداری چون وزیر کیش میده وزیر هم بذاری جلوش اس میزنه تو اف کیش دیگه بازی رو میبره سفید بعدا هم میتونه روخش رو نجات بده پس همچین چیزی قابل بازی نیستش سیا اینجا تازه فهمیده چه خبره میزنه توی آیک وزیر در اچ و از در جه هفت شاید سیا توقع وزیر در جه هفت رو داشت که اینم البته برنده بود ولی خب یکم سختتر یکم سختتر اینم برنده بود ولی پرهام ریسک نمی کنه با میزنه توی جه هفت تهدید فیل جه شیش کیش رو داره و بعد مات مثلا اگه برگرد فیل کیش از کیش بزنه فیل فنج مات وزیر همه جا رو گرفته همه اینها همه جا رو گرفتن و سیا کاملا بازنده هستش سیاه توی بازی چیکار کرده شاه رو اول به ای هفت گفته رفته پرهان می رو میذاره که نزای رخ هفت بازی بشه و خط و خطود رو میبنده فیل در اف چار از بی هشت کیش وزیر داره میپره مات داره میاد و سیاه اینجا تسلیم شده یه بازی زیبا که اول با حمله جناه وزیر پرهان آغاز شد و روی پیاده ضعف د پنج کار کرد و یهو برنامه عوض شد اومد یه حمله جناه شاه رو تدارک دید و چه ماتی کرد سر آخر سر و تونست یه بازیکن خیلی قدرتمند رو ببره 2625 ریتینگش بود توی این مسابقه هر کیو ببری خیلی کارو خیلی هنر کردی واقعا سخته همه بازیکنان خیلی تاپ هم مثل قطر و اینها نیستش امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین منتظر بررسی سایر بازی و گزارش سایر بازی ها هم باشین با لایک و کامنت حمایت کنین از شطرنج و زندگی هم لذت ببرید